بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالبی رو که باید میگفتم چون ویدیو طولانی شد نشد خدمتتون عرض کنم. در مورد افرادی که خانواده هایی که اعدامی دارن میتونن بهشون بگن که هم اون خانواده هم خود اون شخص قرآن رو بخونن که اون افرادی که شاکی هستن رضایت بدن و امن یجیب و 620 مرتبه حتما بخونن برای رفع این مشکل انشاءالله. و خانمی به من فرمودن که در مورد افسردگی روحی بگم که افسردگی روحی در ایران زیاد هست. در گذشته خب ما خیلی از این افراد داشتیم که افسردگی روحی داشتن و خوندن قرآن رو و شفا پیدا کردن و خودشون تبلیغ قرآن رو داشتن برای دیگران، اما الان چیز یعنی روش بهتری رو که آزمایش کردم این که در مدت 40 روز 10 روز یک بار یک جلد قرآن ختم بشه به همون فارسی از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن که بر زبانتون جاری بشه، گوشتون صداتون رو بشنوه، یعنی روزی 3 جزء و 40 گرفتن یعنی 4 جلد قرآن رو خوندن، انشاءالله روز 40 نه قرص افسردگی میخورن و نه حالتهاشون دیگه حالتهای سابق هست و خداوند خودشون شفا عنایت میکنن. در مورد برآورده شدن آرزوهام که خدمتتون عرض کردم، یکی از آیات قرآن هست که خداوند فرمودن در قرآن که اگر از ذکر و یاد من رو گردان بشید زندگی مشقت باری رو خواهید داشت، که این رو هم خیلی ها آزمایش کردن. در مورد بیماری های دیگه، هر نوع بیماری دارید میتونید بخونید قرآن رو و انشالله که خداوند خودشون شفا عنایت میفرمان. بر مبنای همینه که شما زمانی که به قبرستون که میرید و خواهشن اون کلیپ اون ویدیوی نرفتن به قبرستون که ثروتمند بشین رو حتما ببینید. افرادی که بیمار هستید زمانی که به قبرستان میرید انرژی افرادی که تجزیه شدن انواع بیماری ها رو داشتن به ما جذب میشه و بعدش دوباره برای ما تولید همون بیماری میشه و با نرفتن به قبرستون این بیماری ها باید از ما قطع بشه. انشاءالله خداوند کمکمون میکنند که این تغییر رفتار داشته باشیم، تغییر رویه داشته باشیم، چه در مورد عزاداری، چه در مورد عروسی، در مورد چیزهای دیگه که همه اشتباه هست و لطمه زننده است، برای ما این تغییرات بشه انشاءالله.